قرار شد که من در مورد در واقع آخرین کتابی که نوشتم اگه درست استنباط کرده باشم کتاب رو من با همکارم خانم مریم میرزاده نوشتم. اسم در کتاب در ایران چاپ شده، انتشارات زمستان، عنوانش است انسانگرایی در سعدی، ولی میدونم که شما همتون دانشجویان نخبه هستید و به راحتی میتونید روایت مجانی پی دی اف این رو در اینترنت پیدا بکنید. از شیر مادر حلالترتون، اگه پیدا کردید و خواستید بخونید بخونید، احساس گناه اصلا نکنید. مهم ما حتما کتاب خریداری میکنیم. نه خریداریش نه، خریداری هم میخواید بکنید به ناشر کمک میکنه، ولی منظور من واقعا این بود که خوندنش مهمتره و چون به هر حال میدونم که هست و دوباره میخوام مطمئن بشم که ما طبق قواعدی که شما دارید برنامه رو پیش ببریم. من قرار شد که سن نیم ساعت 40 دقیقه صحبت بکنم بعد سوال جواب بکنم، درسته؟ بله، ما تا ساعت 9 فرصت داریم، یه 10 دقیقه آخر اگر برای سوال جواب بذاریم ممنون میشیم. حتما برای اون زمان رو در خدمت شما هستم. خدمت از بنده است. من الان در واقع به یک روایتی از زمانی که تز رساله دکترامو نوشتم، مسئله‌ای که برام خیلی مهم بوده مسئله تجدد بوده در ایران. رساله دکترای من در مورد جنبش مشروطه است و اینکه آیا جنبش مشروطه یک ایدولوژی منسجمی برای مدرنیته داشت یا نه. چند کتاب هم در زمینه رویاروی ایران با تجدد تا به حال نوشتم. مجموعه مقالاتی است به نام تجدد و تجدد ستیزی در ایران که در ایران چاپ شد. کتاب صیاد سایه ها هست که در ایران هنوز اجازه نگرفته ولی در خارج چاپ شد. کتاب انگلیسی هست به اسم Lost Wisdom Rethinking Modernity in Iran و کتاب انسانگرایی در سعدی که در واقع آخرین تلاش در این جهت است. همه اینها در واقع نقطه نظر اساسی تاریخی واحدی دارند. اون نقطه نظر اساسی تاریخی واحدی این است که درک ما از مسئله تجدد یعنی مدرنیته و مدرنیته اجمالاً بگم با مدرنیزم و با مدرنیزاسیون تفاوت داره. مدرنیزم بیشتر به سبک هنری، معماری، نقاشی، نویسندگی اطلاق میشه. مدرنیزاسیون به یک نوع برنامه ساختار روبنای جامعه اطلاق میشه، ولی مدرنیته به یک تغییر ژرف انقلابی در پنج عرصه به هم پیوسته، عرصه زیبایی شناسی، عرصه اقتصاد، عرصه اندیشه سیاسی، عرصه مذهب و عرصه شناخت یا اپیستمولوژی. این پنج عرصه به شکل به هم پیوسته و به گمان من در هم تنیده و تفکیک ناپذیری تغییر پیدا میکنن. ملاک که مشترک، ضابطه مشترک یا مؤلفه مشترک در همشون چند چیزه. یکی برتری خرد هست و لزوم استفاده از خرد هست. استفاده از خرد الزاماً به معنای دفع وحی و عالم قدسی نیست، ولی این مدرنیته این عصر رو قائله که خرد انسان به اندازه وحی باید و مستحق استفاده از در حل مسائل اجتماعی است. وجه دیگرش جدایی دین از دولت. وجه سومش اهمیت فرد، فردگرایی در تمام این عرصه ها نقشه کلیدی داره. در زیبایی شناسی هنرمنده که با تجدد تنها سنجه معیار زیباست. هنرمندی که تصمیم میگیره چه چیزی زیباست و هنرمندی که تصمیم میگیره این زیبا یا زشت رو به چه شکلی بیان بکنه. نه کلیسا، نه خاخام، نه آخوند، نه دولت، نه حزب واقع رهبر کمونیستی، نه رهبر نازی. هیچ کسی حق نداره به نویسنده، به هنرمند، به موسیقیدان بگه چی بکشه چی نکشه.
شما به عنوان شهروند حقتونه که به این نقاشی نگاه نکنید، به فلان کتاب مراجعه نکنید، ولی نه حق ندارید بگید که اگه این کتاب بنویسی من فتوا میدم سرتو ببرم. این پدیده پیش از قرون در واقع تجدد، با تجدد ما وارد این فاز میشیم. کلن دین میشه مسئله خصوصی انسان با خدا، شناخت میشه شناخت علمی به جای یقین مطلق، شک همیشگی وارد کار میشه، همون که روش در واقع علمی بهش میگیم. اقتصاد شهری میشه به جای روستایی، بازار میشه به جای اشرافی. این پدیده تجدد به نظر من بدون شک مهمترین مسئله 150-200 سال اخیر تاریخ ایران، یعنی به نظر من مهمترین جریانات فکری، مذهبی، سیاسی، هنری که در ایران پیدا شده، یا در جهت تثبیت این نوع، یک نوعی از تجددن، یا در جهت تعطیل اون هستن. یا فکر میکنن تجدد به درد جامعه ایران نمیخوره، یا فکر میکنن تجدد خوبه و بایستی جامعه ایران متجدد بشه. ولی در این بحث و در این دوره تاریخی به گمان من و در این کتاب به گمان ما یک غلطخوانی بسیار جدی رخ داده. در این غلطخوانی تجدد رو اساساً پدیده غربی میگن، یعنی میگن تجدد برخواسته از غرب، ریشه در غرب داره و لاجرم اگر ایران میخواد متجدد بشه باید از غرب تقلید بکنه. این رو همون کسانی که مثلا غرب زده بهشون اطلاق میشه، یا فوکولی بهشون اطلاق میشه، یا صلیبیون بهشون اطلاق میشه، آقای خامنه ای از اینها به عنوان صلیبیون یاد میکنه، همه اینها یک قول مشترک دارن که تجدد در غرب، از غرب اومده و ما باید مقلد غرب باشیم. یه دم معاندین تجدد بودن که بخش عمدش رو ما در سلک روحانیون پیدا میکنیم، نه همشون ولی بخش عمدشون، که اصلا میگن تجدد چیز مطلوبی نیست، تجدد انسان تنهای بدبخت مفروض درست میکنه، خود غربی ها ازش بیزارن و ما باید اون رو وا بگذاریم، ما باید به هویت خودمون برگردیم، ما باید به چیزی که در درون خودمون هست برگردیم، مثلا به اسلام برگردیم، ما جامعه عرفی نمیخوایم. گمان ما و گمان من در اون کتاب‌های دیگه که بهش اشاره کردم اینه که این بر اساس یک روایت خیلی سطحی و غرب‌گرا در مفهوم واقعی یوروسنتریک استوار شده. بسیاری از ارکان اون تجددی که من قبلا خدمتتون عرض کردم به گمان من اگر ما به تاریخ تفکر و اندیشه و هنر ایران و علم ایران از قرن 8 میلادی تا قرن 13-14 میلادی توجه بکنیم، اگر با آثار کسانی از فردوسی بگیرید تا بیرونی، از ابن سینا بگیرید تا سعدی، به اینها اگر رجوع بکنیم، یک نطفه های بکر درخشانی از یک تجدد بومی که هیچ ربطی هم به استعمار نداره، هیچ ربطی هم به صلیبیون نداره، دین فراوانی به برخی از متفکرین غرب داره مثل افلاطون، مثل ارسطو، ولی همونقدر هم به سنت‌های ایران قبل از اسلام دین داره، اصلا تقلید از غرب و معنا نیست. و اگر ما به گمان ما در اینجا و به گمان من در اون کتاب‌های دیگه که عرض کردم به باز اندیشی تاریخ خودمون رجوع بکنیم، فارغ از غرب زدگی، فارغ از این باور که همه چیز از غرب میاد و فارغ از این باور که همه چیز خوب از ایران میاد، یعنی یک نگاه نقادانه به خودمون نگاه بیاندازیم و به متون قبل تاریخ خودمون بیاندازیم، اون وقت به گمان من متوجه میشیم که این روایت تجدد غربی است باید مقلد غرب شد، یا تجدد غربی است پس باید دفعش کرد، روایت کاذبی است. چه مخالفینش که میگن
تجدد ابزار صلیبیون و غرب میخواد با استعمار خودش تجدد رو به ما تحمیل بکنه، همونقدر اشتباه میکنن که اون فوکولی هایی که میگن ما باید پوست و خونمون غربی بشه. در این کتاب ما این بحث رو آوردیم، در سعدی بازنگری کردیم، بازخوانی کردیم، به خصوص بر اساس مفهوم انسانگرایی. یکی از در واقع تعاریفی که برای تجدد داده میشه رواج انسانگرایی است یا هیومانیسم. عصر تجدد رو عصر آغاز هیومانیسم میدونن. هیومانیسم به انهای مختلف تعریف شده، ولی در واقع هیومانیسم یعنی نگاهی به تاریخ، به اجتماع، به تفکر، به طبیعت که انسان رو هم واضع و هم موضوع این عرصه ها میدونه. انسان هم سابجکت هم ابجکت. انسان ایجاد نشده برای اینکه خدا خوشش بیاد یا کلیسا خوشش بیاد. انسان ایجاد شده برای اینکه در واقع خودش یک جایگاه طبیعی داره. انسان یک جایگاه طبیعی داره، یک حقوق طبیعی داره به سان انسان، و در این مقام باید محترم شمرده بشه. و در این مقام انسان برابر، اون نابرابری های سنتی که در جامعه قرون وسطا مثلا محترم شمرده میشد، باید رخت بربنده. یعنی اینکه شما فکر بکنید اگر مسیحی هستید، بنده برگزیده خدا هستید و حق دارید برید دیگران رو به سلابه بکشید، یا بیایید در آمریکا اینجا رو بگید ما کشف کردیم اینجا رو، انگار قبلا وجود نداشته، و هر بلایی دلتون میخواد بر سر اینها بیارید برای اینکه ادعا میکنید در کتاب مقدس به شما اجازه چنین کاری داره. هیومانیسم انسانگرایی میگه مزخرفه، همونقدر مزخرفه که مسلمان ها فکر کنن که حق دارن بیان اروپا رو در دوران عثمانی یا در دوران شاه عباس در هند مردم رو به سلابه بکشن و بگن که شما باید مسلمان بشید چون اسلام جایگاهش برتر از این ادیان مختلفه. ما 300 سال تقریبا قبل از اینکه این جریان انسانگرایی در غرب رواج پیدا بکنه، سعدی انسانی رو داریم، بیرونی رو داریم که همه ی حرفشون در واقع حول همین نوع انسانگرایی دور میزنه. و انسانگرایی سعدی به گمان ما استقص اساس فکر اون هست، استقص ساختار فکر اون هست. ما به طور ویژه در مورد سعدی به کچخانی و به کمخانی دچار شدیم. کچخانیمون از چند سو بوده. دوباره عده‌ای از متجددین ما، و واقعا شگفت‌انگیزه که چقدر از متجددین ما به سعدی به دیده تحقیر نگاه کرد، گفتن که این واعظه، گفتن این شاعر نیست، گفتن شعر نیما میگه که اصلا شعر عاشقانه بلد نیست. بعضی از زیباترین شعرهای عاشقانه به نظر من تاریخ ادبیات در بوستان هست، ولی میگه سعدی شعر عاشقانه بلد نیست، فقط عشقش عشقای عرفانیه. میگن سعدی دروغ مصلحت آمیز رو تبلیغ میکرده، منادی نوعی فرصت طلبی اجتماعی بوده. میگن سعدی ضد زن بوده، چون گفته زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. سعدی بدون شک به گمان ما در بیش و کم همه این زمینهایی که گفتم ابیات قابل ایراد داره، و ما باید یکی که این ابیات رو پیدا کنیم، یکی که سطرهای گلستانش رو که به این ملعنت دوچاره. اگر در سعدی یک بیت یهود ستیز هست، هر بیتش رو قطعا باید واکاوی کرد، باید نقد کرد، اما نباید با یک بیت تکلیف سعدی رو روشن کرد، نباید به کمک یک بیت به او برچسبی زد که این جایگاه وسیع و منی که داره ازش دریغ بشه. به گمان ما همونطوری که ما مثلا با شکسپیر برخورد میکنیم، باید با
سعدی برخورد بکنیم. و به تفصیل ما در اینجا گفتیم که چرا واقعا به گمان ما و به گمان خیلی ها، از جمله مثلا شادمان، ملک شعرهای بهار، سعدی همسنگ شکسپیره. و شکسپیر کسیست که به روایت خیلی ها رکن اساسی تجدد غربه، رکن اساسی انسانگرایی در غربه. ابیات ضد زن، ابیات ضد یهود، ابیات مداح پادشاه در شکسپیر کم نیست، ولی فقط تنگ نظرها هستن که میگن مثلا فقط شکسپیر فلان چیزه. الان پذیرفته شده که ما باید این جامعیتش رو در نظر بگیریم و ببینیم کدوم مایه ها برتر هستن، باید ببینیم کجاها به مصلحت حرف زده. یکی از دوباره شگفتی های نحوه برخورد خیلی از نسل اول و دوم تجددخواه ها با سعدی همینی که به ظاهر کلامش بسنده کردن. یعنی اگر مثلا یه بیت ازش پیدا کردن که میگه زن خوب فرمون برای پارسا، یا زن جاهای دیگه مثلا حتی حرفای زشتر از این در مورد زن ها میزنه و میزنه، شکی درش نیست، ابیات دیگه و جنبه های دیگرش رو واگذاشتن. سعدی به کرات به ما میگه و به شفافیت به ما میگه که من نمیتونم حرفام شفاف بزنم. میگه اینجا پادشاه های مستبد هست، سر آدم رو میبرن، من باید به تلویح حرف بزنم، من باید این کلمه رو بپیچونم، من به خرد تو، خرد نقاد توی خواننده تکیه میکنم که کلام در کلام من رو بفهم. ما با یه چنین کسی روبرو هستیم که دائم به اون سرنخ میده، دائم میگه که بدون من در چه شرایطی دارم مینویسم. کل این ماجرا رو نگاه بکن، به ظرایف کلام من نگاه بکن. سعدی در مفهوم واقعی در هر کلمه این مجموعه اندیشیده و با دقت کلمات رو کنار هم گذاشته و لایه های پنهان و آشکارش رو به شکلی بقایت زیبا به ما گفته. ما همه بارها و بارها شنیدیم که چقدر زبان فارسی مدیون فردوسی است، ولی بسیاری از کسانی که تاریخ ادب فارسی رو، تاریخ زبان فارسی رو نوشتن، به گمان ما به درستی تاکید میکنن که سعدی هم به همون اندازه نقش داره در حفظ زبان فارسی، در تعالی زبان فارسی. تعداد ضرب المثل هایی که از اشعار و از نثر سعدی به زبان محاوره راه یافته شگفت انگیزه. تعداد کتاب هایی که عنوانشون رو از این سطر شاه بوستان یا اون سطر گلستان گرفتن واقعا شگفت انگیزه. کاری که ما در این کتاب کردیم در واقع بازخوانی سعدی است، از منظر این که ببینیم واقعا آیا این اونچنان که میگن مثلا نویسنده موعظه‌گره، آیا اونچنان که میگن این به انسان و انسانگرایی باور نداشته، آیا به راستی مداح پادشاهانه، آیا به یک روایتی سعدی مداح حتی ولایت فقیه، در این 30-40 سال اخیر کتاب هایی نوشتن که مثلا ادعا میکنن که سعدی حالا سنی بوده، اصلا شیعه نبوده، ولایت فقیه در اساس قبول نداشته، ولی میگن دیگه، به هر حال کتاب نوشتن. ما گمانمون این است که اگر بدون پیش‌داوری به سراغ سعدی بریم و به کلام در کلامش توجه بکنیم، اون وقت یه دنیای شگفت‌انگیزی از یک انسان بسیار اندیشمند بت‌شکنی و انسانگرایی روبرو میشه. من حدود 25 سال پیش یه مقاله نوشتم که تو این کتاب آمده، اسمش از سعدی و سیاست. در اون مقاله من فقط باب اول گلستان رو سعی کردم با دقت بخونم، ببینم سعدی واقعا در مورد سیاست، در مورد پادشاه تو این باب چی میگه.
و وقتی که اونچنان که خودم گمان داشتم با یک کمی دقت بیشتری خوندم، دیدم تقریبا هر چی که در مورد سعدی و سیاست میگم در این باب اول گلستان خلافش است. گلستان باب اولش نقد پادشاهه، نقد استبداد پادشاهه، بر افشا کردن استبداد پادشاهه، منادی جدایی دین و دولته. هر پادشاهی دوستان عزیز که در باب اول ازش به عنوان دادگر یاد شده، از پادشاهان ایران قبل از اسلامه. سعدی به حکمت خسروانی، به اندیشه های قبل از ایران، به اندیشه های زرتشتی، به شاهنامه تسلط فراوانی داره و بسیاری از این مفاهیم رو وارد ساخت اندیشه خودش کرده. به ما میگن که سعدی موعظه‌گره. ما گمانمون در اینجا این است که اتفاقا بچه اساسی تعریف کننده سبک روایی سعدی، سبک دیالوگ، نه مونولوگ. موعظه مونولوگ، موعظه شبیه همون چیزی است که الان تا حداقل تا الان من اینجا کردم، نشستم دارم صحبت میکنم و شما دارید دریافت میکنید. حالا امیدوارم بحث باز میشه و میتونیم مونولوگ رو به دیالوگ تبدیل بکنیم. مونولوگ یه نفری است که فکر میکنه یک حقیقتی رو بلده و میخواد به شما تحمیل بکنه. دیالوگ میگه که این مسئله پیچیده است، باید بشینیم با هم فکرشو بکنیم. به این ابعاد پیچیدگیش رو به ما نشون میده. مسائل بظاهر ساده رو در دیالوگ به ما پیچیدگی هاشون رو نشون میده. باختین، یکی از مهمترین نظریه پردازان رمان، میگه اساس رمان دیالوگه. یه رمان ساخت دیالوجیکال داره. گمان ما در این کتاب این است که وقتی به سعدی نگاه میکنیم، سعدی هم در واقع منادی این دیالوگه. منادی نه موعظه بلکه دیالوگه. بحث دیالوجیکال مطرح میکنه، سبک دیالوجیکال مطرح میکنه. وقتی به مناظره سعدی با مدعی، دعوای درویش و یه نفری که درویش و یه نفری که طرفدار اغنیاست مراجعه میکنید، میبینید سبک بقایت زیبایی از دقیقا دیالوگ داره. دیالوگ در واقع دیالکتیکی داره، بحث رو هی باز میکنه، هی پیچیدگی‌هاش رو بیشتر نشون میده. آخرش هم میگه که نمیشه این مسئله رو حل کرد، ما به جای مجارا باید مدارا بکنیم، به جای دعوا باید حرف هم رو بفهمیم. این مدارا اساس انسانگرایی است. سعدی بارها و بارها به دوروبری‌های خودش میگه شما کی هستید که به این یهودی یا به این زرتشتی یا به این بودایی فخر میفروشید؟ شما به چه حقی مذهب خودتون رو میخواید به اونها تحمیل بکنید؟ داستانی در گلستان هست که میگه بچه بودم با پدرم نشسته بودم، خوابیده بودیم تو اتاق، دیدم هیچ کی بلند نمیشه نماز بخونه. به پدرم گفتم بابا اینا چرا نماز نمیخونن؟ پدرم گفت به تو بچه مربوط نیست، اگر مسلمانی هستی دهنتو ببند، بهترین کار اینه که ساکت بشه، اونا رو به حال خودشون واپس بده. به واعظ بد صدای محله میگه که بهترین کاری که میتونی در دفاع از خدا بکنی، در تبلیغ کار خدا بکنی، که آواز نخونی. یعنی یک نوع مدارا رو تبلیغ میکنه، یک نوع گفتگو رو تبلیغ میکنه، ما رو دائم میکشونه تو بحث و در واقع اون چی که فکر میکردیم ساده است، فکر میکردیم که با موعظه مثلا حل میشه، نشون میده که بایستی با مدارا و با تواضع باید بپذیریم که نظریاتمون عوض میشه. به کرات میگه، میگه من 30 سال دارم در جهان سفر میکنم. اصلا این واقعیت که میگه باید برید از اون مأمن خودتون بیرون، خیلی شبیه به دونکیشوته. خیلی ها گفتن
تجدد در غرب با دونکیشوت شروع میشه. کندرا میگه اصلا سفر دونکیشوت به خارج از خونش آغاز تجدده. 300 سال قبل از اون سعدی 30 سال به جهان سفر کرده و دائم مشاهده کرده. یعنی اینکه مشاهده جهان، نه مداقع در درون خودت، راه کشف حقیقته، یکی از ارکان اصلی همین تجدد و این انسانگرایی است. ما با یک مثال دیگه عرایزم رو تموم میکنم چون وقتمون کمه. میخوام فرصت سوال و گفتگو بیشتر باشه. ما خیلی شنیدیم که سعدی زن ستیزه و قطعا اشعار زن ستیز در سعدی هست و باید اونها رو نقد کرد و باید برگفتشون و نقدشون کرد. ولی سعدی بیش از هر شاعر دیگری در تاریخ ادب فارسی ممدوح زن داشته، در مدح زنان صحبت کرده و وقتی که از زنان صحبت کرده، از زنان به عنوان اینکه زیبا هستن یا نمیدونم مادر خوبی هستن تعریف نکرده، گفته اینا حکمت دارن، بهترین قاضی هستن. در یک شعری دختر حاتم طائی رو سعدی به اصطلاح ضد سن، از پیغمبر اسلام هم عادلتر و هم شجاعتر نشون میده. به یک زبان به غایت زیبایی میگه که اینا میخواستن برن همه کسانی که مسلمان نبودن بکشن. یه گروه هم از طرف اطرافیان دختر حاتم طائی رو پیدا کردن، بعد اومدن گفتن این دختر حاتم طائی اینو نکشیم. این رفت گفت نه، اگه اینا رو میخواییم بکشیم منم بکشیم. و نتیجه میگیره به همین صراحت که عدلش، تساوی طلبیش بیشتر از پیغمبر اسلامه. یعنی نه مداح شاه بودنش، نه ضد زن بودنش به اون سادگی که به ما گفتن و اون به اون سادگی که نسل اول متجددین ما گفتن، خیلی از متجددین ما گفتن، میگم از طبری بگیرید تا خویی بگیرید تا براهنی بگیرید، چیزهای غریبی در مورد سعدی گفتن. یک کتاب خیلی جالبی است که ما بهش ارجاع میدیم، بخش اعظم حرفایی که متجددین ایران در مورد سعدی زدن اونجا گردآوری کرده و شما شگفت زده میشید که چطور میشه با یک چنین رکن اساسی اندیشه و یک چنین کسی که تا قرن 19 هم در اروپا و در آمریکا به عنوان یکی از پرنفوذترین و سلیم النفس‌ترین و عمیق‌ترین اندیشمندان تاریخ شناخته میشده، گوته آدمی در آلمان مثلا، ویکتور هوگو آدمی در فرانسه، امرسون آدمی در آمریکا، شیفته سعدی بودن. امرسون میگه سعدی به اندازه کتاب مقدس خرد درش است. و اون وقت نسل اول متجددین ما چنان میکوبنش، چنان مسخرش میکنن که آدم فکر میکنه با یک نویسنده درجه سه که به قول رضا براهانی شاعر هم نیست بلکه ناظم روبروست. به نظر من واقعا وقت اون هست که ما همه تاریخ گذشتمون رو، اندیشه گذشتمون رو با یک نگاه تازه‌ای، به دور از غرب زدگی و به دور از ایران زدگی، با نگاه نقادی که هم سنت خودمون احترام داره، هم حاضر ازش انتقاد بکنه، مرعوب غربم نیست، اینهایی که همه چیزها رو از تفکر و آزادی زن و دموکراسی و خردگرایی رو غربی میدونن، به ظاهر ضدیتشون با غرب شیفته های غرب هستن و خادمین غرب هستن، برای اینکه هر آنچه که دستاورد تاریخ بشر بوده به غرب تعبیر میکنن. تجدد غرب که به قول بسیاری از این معاندین تجدد بخشی از جنگای صلیبیه،
بدون نقش اساسی کسانی مثل بیرونی، مثل ابن سینا، مثل رازی میسر نیست. ما اینها رو کم خوندیم، سعدی رو کم خوندیم، خیام رو کم خوندیم، اجازه دادیم دیگران بیان خیام رو، خیام ها رو، سعدی ها رو برای ما از منظر خودشون تعریف بکنند. ما باید با نگاهی تازه، نقاد و با انصاف به این متون رجوع بکنیم. تلاش ما در این کتاب و همکارم خانم مریم میرزاده کاربرد از همین روش در مورد آثار سعدی است. خیلی متشکرم، چند دقیقه هم زیادتر از وقتی که فرمودید صحبت کردم، به من ببخشید. نه خواهش میکنم استاد، هنوز فرصت داریم، لطفا ادامه بدیم. شما گفتید تا 9 میخواید ببندید، الان 8:45، من نمیخوام از وقت پرسجو چیز بکنم. من مطلب خیلی میتونم در موردش صحبت بکنم، ولی واقعا ترجیح میدم به جای اینکه من یک طرفه موعظه بکنم، دوستان سوال بکنم. با کمال میل اگه میخواهید من ادامه میدم، ولی خب فکر میکنم شاید شروع بکنیم قسمت پرسش و پاسخ و در میانش دوباره از سخنان شما بهره مند بشیم. ما فعلا یک سوال توی چت دوستان پست کردن، از بقیه عزیزانم خواهش میکنم که اگر سوالی دارن برای استاد لطفا توی چت بنویسین، من به همراه دوستانم روژان و ماهان قسمت پرسش و پاسخ رو انجام میدیم. دوست عزیزمون امیر عطایی نوشتن به نظرتون چقدر از اشعار و نثرهای سعدی به مرور زمان تحریف شدن؟ آیا تخمین مشخصی از این تحریف ها هست و این تحریف های احتمالی چگونه با تحریف های دیگر در بقیه آثار شعرهای همعصر سعدی قابل مقایسه است؟ من نسخه شناس نیستم، به همین خاطر تسلطی در این که این نسخه ها چقدر تحریف شده ندارم، ولی کسانی مثل آقای یوسفی که هم گلستان و هم بوستان رو با دقت شگفت‌انگیزی مثلا تصحیح کرده، یا فروغی که کلیات رو به نوعی با دقت تدوین کرده، در این که در مورد برخی از ابیات شک دارن، مثلا در ضبط برخی از ابیات شک دارن، ولی ابعاد این شک اصلا با مثلا خیام قابل قیاس نیست. خیام مثلا به یک روایتی ازش 1000 تا رباعی باقی مونده و محققین میگن شاید 120 تا 130 تاش رو به ضرس قاطع میشه گفت که مال خودمونه. سعدی رو باش کمتر این کار کردن. یه دلیلی که سعدی با این کار دشوارتره باهش، برای اینکه سعدی در مفهوم واقعی اون چیزیست که منقدین بهش سهل و ممتنع گفتن. سعدی به ظاهر سهله ولی به غایت ممتنع، برای اینکه اون ایجازی که داره، اون تسلطی که داره، اون کاری که با زبان میکنه کمتر کسی مثل اون میتونه انجام بده، و به همین خاطر تقلیدش و تحریفش تا اونجایی که من مثلا در مقدمه آقای دکتر یوسفی خوندم یا فروغی خوندم خیلی سخت‌تر بوده، و چون یه متنی بیش و کم در زمان خودش از کلیات خودش با در واقع به نوعی دخالت خودش وجود داشته، اون به عنوان یک متن مرجع، به عنوان یک کار مرجع، سند مرجع مورد در واقع اعتماد و استناد قرار گرفت. و این در همین جا این رو دوباره اینم بگم که مثلا یکی از جاهایی که در موردش خیلی خلاف هست که آیا اینا واقعا مال سعدی هست یا نه، در مورد هزلیات سعدی. سعدی هزلیات درخشانی داره که به گمان من واقعا با عبید زاکانی قابل قیاسه،
به اندازه به گستردگی عبید نیست ولی به جرأت عبید است و به تابو شکنی عبید است. و بعضی ها که سعدی رو ترجیح میدن سعدی موعظه‌گر باشه میگن نه اینا نمیتونن سعدی باشه. حتی فروغی اینها رو نمیگذاره در کلیات سعدی، میگه اینا رکیکه و ما باور نداریم که سعدی چنین رکاکتی از خودش نشون بده. ولی به نظر من خیلی هم سعدی توان اینجور رکاکت رو داشته، برای اینکه جامع الله علاقه بوده. سلام آقای دکتر میلانی و سلام به همه شرکت کننده ها. من روشن ربانی هستم، یکی دیگه از اعضای آیسا. راستش من خودم هم یه سوالی داشتم ولی فکر کنم تعداد سوال چت زیاده، اگه وقت بود آخرش ازتون میپرسم. سوال دوم یکی دیگه از شرکت کننده ها به اسم پویا مطهری میپرسم. گفتن که با تشکر از جناب دکتر میلانی، جناب دکتر میفرمایید باید سخنان زن ستیزانه سعدی را نقد کرد، مقصود چیست؟ آیا مقصود این است که باید اونها رو توجیه کرد و در این حال وقتی از نسل اول متفکرین و ستیز اونها با سعدی فرمودید، آیا فروغی جز همین نسل اول متفکرین و روشن فکران به حساب نمیاد؟ اگه میشه این رو توضیح بدید. خیلی متشکرم. نه، همه نسل اول روشن فکران با سعدی عناد نداشتن. فروغی اصلا عناد نداشت، علامه قزوینی اصلا عناد نداشت، خیلی هم ارادت داشتن، ارادت عمیقی داشتن. ولی مثلا نیما، مثلا صادق هدایت، تبری، اینها رو که نگاه بکنید خیلی بهش کم لطف هستن. وقتی که در مورد ابیات یا عبارات زن ستیز داریم و میگم باید اونها رو نقد کرد، به هیچ وجه معنای توجیه اونها نیست. وقتی که به این بیت اشاره میکنیم، ما نوشتیم که وقتی که میگه اینجا میگه که کار زن در خونه است، زن از خونه نباید بره، به بازار هم نباید بره، باید گفت نه، این یه نظر عقب افتاده است. گرچه در اون زمان این نظر رایج بوده، ولی ما از قرن از منظر قرن 21 که داریم میخونیم نمیتونیم این نظر رو بپذیریم. نمیتونیم بگیم در فرهنگ ما رسم بوده که زن رو تو خونه نگه دارن. رسم غلطی بوده، ما باید اون رو بگیم این رسم غلطه، این رسم زشتیه، رسم زن ستیزیه. ولی در کنار این باید بگیم که بخش دیگری از مرد سالاری جامعه ایران بوده که ممدوحین همیشه مردا بودن. سعدی این رسم رو شکسته، اومده ممدوح زنم داره. بخش دیگر از این مرد سالاری جامعه ایران بوده اگر ممدوح زن بوده، زنان رو به خاطر خصائل مردانه شون، این مثل مرده فلانه، یا به خاطر خصائل زنانه شون، زیباست، مادر خوبیه، فلان، فرمانبره، سعدی اونجا رو باید گفت. اینها برخواسته از یک نگاه مرد ستیزی است که در اون زمان رایج بوده، ولی به نظر حداقل به نظر ما مذمومه. ولی جاهای دیگه هم اومده حقوق اساسی برای زن قائل شده. سعدی میگه که اگر یک زن مزدوجی در خانه ارضاء جنسی نشه و بعد بره با یه مرد دیگری، مسئولیت این همونقدر متوجه مرده متوجه زنه. یعنی یه داستانی شبیه به فلوبر ایجاد میکنه. حاتم طایی هم میگیم، ممدوحین دیگرش هم میگیم که با چه صلابتی، به هیچ وجه نباید توجیهش کرد، ولی باید در واقع هم اون قسمت رو باش مواجهه کرد و هم اون رو در یک چارچوب وسیع تری قرار داد. وقتی از نسل جدید اول چه صحبت کردم، به هیچ وجه منظورم این نبود که دوباره از کتاب را اگه مراجعه بکنید، در کتاب به تفصیل آورده کسانی که خیلی قد شناس بودن، شادمان هم در واقع به نوعی از این قد نسل اول همین هاست، یغمایی هم همین هاست، ملک شعرهای بهار هم از همین نسل اول، اینها خیلی قدر چیز رو میدونستن، سعدی رو میدونستن. حتی
گاهی شاید به اغراق هم میگفتم، بلکه شعرها میگه هیچ کسی در تاریخ و اندازه این فلسفه و علم و زبان و همه اینا نمیدونسته، ولی در کنار اون این گروه دیگر هم که بی‌مهر بهش بودن کم نبودن. حالا شما سوال خودتون هم بکنید، شما چون رئیس جلسه هستی نباید محروم بشید از حقوق دموکراتیکتون. سوال من حالا یه نگرانی هم اینه که خیلی ادبی نباشه، ولی سوال که داشتم این بود که شما ضمن ارائه‌تون در مورد نظرات بقیه حالا نویسنده در مورد سعدی صحبت کردین، ولی کلا برام جالب بود بدونم وقتی تو این مطالعه‌تون چه منابع دیگه به جز آثار خود نویسنده استفاده شد یا مثلا بهشون رجوع کردید؟ ببینید ما در پایان کتاب یک کتابنامه آوردیم. نکته خیلی جالب به نظر من این است که چقدر الان اتفاقا الان همین در این 20 سال اخیر داره کارهای جالبی در داخل ایران در مورد سعدی میشه. چقدر مقالات ما پیدا کردیم، مقالات کسانی که اینا همشون در مجلات داخل کشور هستن. یه آقایی به اسم کمالی سربستانی مثلا در شیراز هم از علاقمندان سعدی هستن. ایشون الان 30 تقریبا دارن یه چیزی به اسم مجموعه گاهنامهی به اسم سعدی شناسی در میارن. فکر کنم مثلا 26-27 جلدشو من دیدم. هر جلدش مقالات برجسته‌ای که در مورد سعدی هر جا نوشته شده اینا گردآوری کردن دارن چاپ میکنن. ما از اونا استفاده کردیم، از بعضی نقدهایی که در غرب نوشته شده استفاده کردیم و بعضی از کسانی که در واقع به دفاع از سعدی برخواستن، مثلا یک کسی که خیلی از سعدی جانبداری کرده در متجددین ابراهیم گلستانه. ما مثلا از اون نقد کردیم که میگه من شیوه جامکات سینما رو به جامکات سینما شیوه در واقع ادیت کردن سینماست و گفتن که خشت آینه از جامکات استفاده کرده و خشت آینه جامکاتش رو از ژان لو گودارد یاد گرفته. گلستان میگه اصلا من وقت ژان لو گودارد نخونده بودم، من اینو از سعدی یاد گرفتم. اینجاست که سعدی و اون رو آوردیم ما، اون بیتی که اون چند بیتی که میگه چه جوری یه روایت رو تعریف میکنه و میگه من از اینجا جامکات رو یاد گرفتم. به همین خاطر منابع در حدی که تونستیم منابع مختلف استفاده کرد. سلام جناب دکتر، من معاون تجربه کار هستم، یکی دیگر از اعضای آیسا. میخوام سوال یکی دیگر از دوستان رو بپرسم. ایشون پرسیدن که آیا سعدی همجنسگرا بوده؟ سعدی اگر ما اتفاقا در مورد این بحث به نسبت مفصلی کردیم، اولا همجنسگرا در مفهومی که ما امروز ازش مراد میکنیم در اون زمان در سعدی به اون شکل وجود نداره. سعدی اگر چیزی بوده در این زمینه اون مقوله ایست که ما امروز با عرض معذرت میگم از این واژه استفاده میکنم بهش بچه باز چیز میکنم، یعنی تعرض جنسی به پسر بچه نوخط. ولی ما در این بحث میگیم که جاهایی هست که کاملا معلومه به نظر مراد سعدی همین بچه بازی و این یه سنت مضمون نیست که در ادب فارسی هست و کتاب هم در مورد این نوشته شده که این چقدر رایجه. این با همجنس بازی قرن 20 که یک انتخاب یک مرد یا یک زن برای سبک زندگی متفاوته. ولی در این حال ما میگیم که خود سعدی هم گاه به نظر میاد داره دقیقاً به این اشاره میکنه که مرادش از این زیبایی بچه و عشق به این بچه، عشق جسمی به این بچه نیست، تجاوز به این بچه نیست. این بچه رو همونطوری که در افلاطون تجسم زیبایی تلقی میکنه مراد اونه.
ببینید فیلم مرگ در ونیز اگر دیده باشید دوستان، اگر فیلم مرگ در مال ویسکانتی رو دیده باشید، در مرگ در ونیز نویسنده‌ای که در واقع توماس مانه میاد به ونیز و یک پسر بچه‌ای رو میبینه و عاشق این پسر بچه میشه. هرگز به این پسر بچه دستم نمیزنی، هرگز باش دو کلمه هم صحبت نمیکنه، ولی او رو به سان افلاطون تجسم زیبایی میدونه، مستحق عشق میدونه. سعدی به نظر ما گاه کاملا در این سنت جا میگیره و گاه هم در این. ولی جاهای دیگه هم قطعا در مورد زنان و زیبایی زنان و ضرورت داشتن زن در زندگی اشاره میکنه. میگه که خوشبخت‌ترین آدم ها اونن که زن خوبی در زندگیشون دارن. به همین خاطر اگر اون قسمت اول رو به هر حال جنسی بدونیم، قطعا چیزیست که این روزا ما بهش بایسکشوال میگیم. ممنون آقای دکتر. ساعت 9 ولی چون که ما 10 دقیقه دیرتر شروع کردیم، وقت شما خیلی ارزشمنده. اگر که برای شما اوکیه، ما 10 دقیقه از این طرف ادامه بدیم. وقت شما هم ارزشمنده، چون سوالای زیادی هستش توی چت، من دلم نمیاد که نپرسم. دوست عزیزمون علیرضا پرسیده که در چشم انداز آینده ایران چه درسایی از اشعار سعدی برای مقابله با بحران‌های آینده میتوان آموخت. به نظر من بحث بسیار سوال بسیار مهمی است. به نظر من از سعدی مهمترین درسی که میشه آموخت انسانگرایشه. یعنی انسانگرایی در این مفهوم که ما باید نسبت به باورهای خودمون تواضع و فروتنی داشته باشیم، دیگران رو برتر از یا دونتر از خودمون ندونیم، دیگران رو انسانهایی در کنار خودمون بدونیم، برای باورهای مذهبی خودمون اهمیت استثنایی قائل نباشیم، باورهای مذهبی دیگران رو هم مثل باورهای خودمون بدونیم. بنی آدم اعضای یک پیکرن. و در جای دیگه میگه من همه آدمی، اون چی که در مورد آدمیت من میدونم از انسان یاد گرفتن. یک شعر بقایت زیبایی است که میگه مبدأ و مبنای آدمیت انسانه. انسانگرایی یعنی همین، یعنی ما هر آنچه که داریم از همدیگه داریم و باید نسبت به هم تواضع داشته باشیم، نسبت به هم فروتنی داشته باشیم. به جای تحکم باید از دیالوگ استفاده بکنیم. یعنی منطق دیالوژیک سعدی اساس دموکراسیه. آینده ایران به نظر من تنها راه نجات ایران از این بحرانی که الان بهش دچاره و از بحرانی که در افق هست و ابعاد مختلف این بحران، تنها راه نجات ایران یک حکومت دموکراتیک، حکومت دموکراتیکی که در اون ادیان مساویان، جنس ها مساویان، اقوام مساویان و هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که حقیقت رو مطلق داره و باید ولی ما باشه، نه یک پادشاه، نه یک حزب، نه یک جنرال، نه یک آخوند، نه یک دولت خارجی. هیچ کس نمیتونه مسائل ایران رو حل بکنه به غیر از ملت ایران در یک اجماع دموکراتیک. سعدی با زبان بیولوژیکش، با تواضعی که درش هست، به گمان من میتونه به ما کمک بکنه در پیدا کردن ذهن و زبان بیولوژیک، یعنی ذهن و زبان دموکراتیک. سعدی به ما یاد میده که چجور ابهام در مسائل رو بپذیریم. پذیرفتن ابهام راه گذار ما به دموکراسی است. سعدی به ما یاد میده که دنبال جوابهای ساده نگردیم. مسائل ساده جوابهای پیچیده دارن. مستبدین همیشه خلاف اینو به ما میگن. میگن مسائل پیچیده جوابهای ساده دارن. سعدی میگه مسائل ساده هم جواب‌های پیچیده دارن. پذیرش این
اساس دموکراسی. به همین خاطر سعدی به نظر من خیلی میتونه، میدونم وقت کمه ولی سوال بسیار خوبی، من سوال مفصل جواب دادم و به تو حاضرم بمونم تا هر وقتی که سوال رو میخواید من جواب میدم با کمال میل. خیلی ممنون. سوال بعدیمون رو سپهر نازمی پرسیدن، آیا نظرات سعدی در گذر زندگی خودش تغییر کرده؟ به عنوان مثال میتونم گفت که نظرات مدرن تر سعدی متعلق به دوران جوانی یا کهنسالی شاعر بوده؟ دقیقاً به نظر من خود سعدی حتی این رو میگه، میگه که من 30 سال سفر کردم، 30 سال یادداشت کردم، 30 سال نوشتم، حالا دارم سعی میکنم جمعش بکنم. نمیدونیم چه تغییراتی در این فرایند ویرایش نهایی که کرده داشته، ولی به نظر من قطعا میشه گفت که نه تنها تغییر کرده بلکه به ما میگه که تغییر کرده و به ما میگه که خوبه که تغییر کرده. میگه این نشان بلوغ منه که اون چیزی که قبلا باور داشتم الان دیگه باور ندارم. شما هم باید همین سفر بکنید، تجربه بکنید تا در واقع سستی نظرات جوانیتون رو بهتر درک کنید. ممنونم از پاسختون. سوال بعدی از طرف آرش گودرزی هستش. فرمودن که با سلام خدمت جناب دکتر میلانی، در کتاب تجدد و تجدد ستیزی در بخش سعدی و سیرت پادشاهان این بخش رو به دکتر جلال متینی تقدیم کردید، علت چیست؟ آیا علت خاصی داشته در واقع؟ بله، آقای دکتر جلال متینی اون سعدی و سیرت پادشاهان در مجله ایران شناسی در اومد که در اون زمان ویراش سردبیرش آقای دکتر متینی بودن. آقای دکتر متینی به گمان من خدمت عظیمی به ایران شناسی کردن در 42 سال مهاجرت. به ضرس قاطع من میتونم بگم من هیچ کسی نمیشناسم که به اندازه دکتر متینی در کار راه انداختن مجله وزین ایران شناسی کمک کرده باشه. دکتر یاشاطر خدمت عظیمی در ایرانیکا کرد ولی متینی بود که یه دوره ایران نامه و بعد یه دوره ایران شناسی رو با یک دقت و وسواس و حوصله و عشق به ایران و زبان و فرهنگ و انجام داد و کوچکترین کاری که من میتونستم انجام بدم برای قدردانی از او تقدیم این مقاله به او بود. این مقاله در این کتاب هم هست و تقدیم نامش هم هست و خوشبختانه نگران بودم که ممکنه وزارت ارشاد بگه نمیشه اسم ایشون رو برد چون میدونم که خیلی در ایران دشمن زیاد داره، ولی خوشبختانه ما رو وادار نکردن که اسم ایشون رو حذف بکنیم. ممنون آقای دکتر. متاسفانه وقتمون کمه. من تا جایی که تونستم سعی کردم سوالایی که توی چت پست کرده بودن از شما بپرسیم. ممنون که اضافه موندین و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من خودم یه سوال خیلی کوتاه داشتم و خیلی ساده و بیسیک. چرا انسانگرایی در سعدی؟ دلیل انتخابتون چی بود؟ آیا میشه این موضوع رو در مورد شعرهای دیگه هم بررسی کرد؟ جالب هستش. هم میشه، حتما میشه. و به نظر من چند و چون انسانگرایی هر شاعری یک سنجه بسیار مهمی است از بابت اینکه تا چه حدی در این مسیر تجدد گام میزنند. ما گمانمون در اینجا اینه که سعدی یه رکن تجدد ایرانه در واقع، و اگر بخواید ببینید که سعدی چه نقشی در تجدد داره، خب انسانگرایی که یه جوری همه این مسائل زن و ادیان و مسائل جنسی و دیالوگ و رمان و مثلا ما در اینجا بحث کردیم که سعدی برخلاف اون چی که بهش میگن که اصلا زبانش به درد ما نمیخوره، یکی از مهمترین منشأ رمان فارسی میتونه باشه و قاعدتا هست، بدون اینکه خیلی ها بگن ازش یاد گرفتن. به همین خاطر چون انسانگرایی رکن رکین تجدده، ما خواستیم اگر به این نتیجه رسیدیم که اون محوره که میشه
این جایگاه شامخ سعدی در تجدد رو بر اون اساس نشون بده. خیلی از اینکه دوستان تشریف آوردن و از دعوتی که کردید متشکرم، براتون آرزوی موفقیت دارم. و یه دلیلی هم که آینده ایران گفتید سعدی چه کمکی میتونه به آینده ایران بکنه، مهمترین نجات بخش آینده ایران نسل شماست و دانشجوانی مثل شما و هشت و نهش با دانشجوانی مثل شما. دلیل اصلی این است که من همیشه به آینده ایران خیلی امیدوار هستم. کاری جز امیدواری نمیشه که. خیلی ممنون از شما، ممنون از شرکت کننده های عزیز که تا الان به تماشای برنامه‌مون نشستن. خیلی خوشحال بودیم و بس افتخارمون بود که دعوت ما رو پذیرفتین، تونستیم در خدمتتون باشیم. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی هم باز بتونیم شما رو ببینیم. خیلی ممنون آقای دکتر، شب همگی بخیر.